فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، من در این مصاحبه های اخیر آقای گروسی هی دارم سعی میکنم رصد بکنم که بالاخره چه هست نگاه او به برنامه هسته ایران. خیلی در وسط راه میره، بالاخره این تصویر روشن این رو نمیده که آیا آژانس کاملا کور هست در مورد فعالیت های با احتمال نظامی جمهوری اسلامی یا هنوز رصد کافی داره بر برنامه های هسته ایران. شما چطور میبینید حرفای او رو؟ اون چیزی که از حرفاش برمیاد، اتفاقا امروز اگر اشتباه نکنم یا توی یکی از صحبتهاش با گاردین گفته بود یا همین توی فاینانشال تایمز بود، یادم نیست دقیقا، اشاره کرده بود که هنوز آژانس میتونه تایید بکنه که فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیزه، ولی اگر همین رویه ادامه داشته باشه ممکنه روزی نه چندان دور فرا برسه که نتونه یه همچین موضوعی رو تایید بکنه و نتونه صحه بذاره به اینکه فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز میزه، که اون وقت جهان به یک تلاطم ممکنه مواجه بشه. به هر حال وضعیتی که آقای گروسی داره میدونیم کار ساده‌ای نیستش، در یک شرایط بسته‌ای، تو شرایطی که بین دو کشور متخاصم ایالات متحده به طور خاص و ایران داره سعی میکنه بازرسی انجام بده و این وسط ذینفعان دیگه‌ای هم هستن که تاثیرگذارن، از داخل ایران، نیروهای خارج از ایران، همه اینها توی شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران جلو میره تاثیرگذارن. بنابراین خیلی راحت احتمالاً نمیتونه صحبت بکنه، ولی بر اساس ارزیابیایی که خب CIA آمریکا هم حداقل اعلام کرده، به نظر میاد فعلاً به اندازه کافی چشم و گوش دارند غربی‌ها، حالا به طور مستقیم چه از نظر بازرسی آژانس یا شیوه های جاسوسی دیگه، که فکر میکنن که کماکان میتونن کنترل بکنن و هنوز ایران به اون مرحله خروج از NPT آزمایش بمب یا دستیابی به همچین تکنولوژی هایی نرسیده. در مورد اظهارات مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی که گفته ایران همه ابزار لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای رو داره، میگه که اینها اشتباه میکنن که چنین اظهاراتی میکنن و ممکنه جامعه جهانی رو گمراه بکنه و معادلات جهانی رو تغییر بده. چقدر فکر میکنین نشان از این داره که آقای گروسی در واقع این باور رو نداره که اتفاقا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و فکر میکنه اینها فقط شعارهای سیاسی هن. نه اینکه لزوما باور نداشته باشم، من فکر میکنم حداقل از منظر عمومی مشخصه که یک بخشی در ایران به دنبال این هستند که ایران قابلیت بازدارندگی هسته‌ای رو داشته باشه. حالا این میخواد مدل این باشه که توانایی سلاح هست، ساخت سلاح هسته‌ای مثل خیلی از کشورها در یک مدت بسیار کوتاه رو داشته باشه، یا اینکه شیوه کره شمالی رو بره. به دلیل اینکه عضو NPT هست ایران، خیلی سخت میشه تصور کرد که ایران بتونه در چنین شرایط بازرسی واقعا عملاً همچین کاری رو بکنه. از طرف دیگه میدونیم به هر حال درس های برنامه هسته ایران به دلیل خرابکاری های متعدد، ترور های متعددی که تو این سال ها اتفاق افتاده، مشخصه که درز اطلاعاتی، نشت اطلاعاتی تو این سیستم وجود داره و غربی ها از جمله آژانس احتمالاً مطلع هستن که توانای ایران چقدره و ساخت سلاح چقدر، سلاحی که واقعا بتونه کاربردی باشه چقدر ممکنه زمان ببره و پیچیدگی های خودش رو داشته باشه. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر از احتمالاً دونستن عمق نظامی ایران این اطلاعات برمیاد تا اینکه باور آقای گروسی به طور خاص باشه، چون می‌دونیم به هر حال محافظه‌کار هست و از رؤسای آژانس هست که تلاشش برای کنترل پرونده ایران هست، اینطور نیست که خیلی نسبت به ایران چشم پوشی بخواد بکنه. من فکر می‌کنم بیشتر اون چیزی که در ایران هست خواست یک گروهی هست که فکر می‌کنم واضح هزینه‌ای که تو این سال‌ها تحمیل شده بابت پرونده هسته‌ای قابلیت بازدارندگی نظامی رو داره. منتها دو رویکرد متفاوته که آیا واقعا ایران نیاز داره یک بمب داشته باشه یا اینکه قابلیت دستیابی سریع به بمب رو داشته باشه، که به نظر میاد هنوز از اون هم فاصله داره. ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن.